شنبا. حامد کرزای رئیس جمهور پیشین هشدار می‌دهد که هر گونه تنش میان قدرت‌های بزرگ جهان در منطقه پیامدهای ناگواری برای افغانستان و کشورهای همسایه خواهد داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. حامد کرزای رئیس جمهور پیشین در نخستین کنفرانس علمی تحقیقی هندو در شهر بنگلور هند از کشورهای منطقه خواست تا از فرصت‌های تجارتی و ترانزیتی موجود میان هم در بخش از بین بردن اختلافات و آغاز همکاری‌ها استفاده کنند. حامد کرزای از گسترش ریشه‌های توریسم و افراطیت در آسیا هشدار می‌دهد و میگوید که نگرانی‌های روسیه از فعالیت‌های داعش در منطقه بجا است. بعض ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تا برای حفظ ثبات و امنیت منطقه به این نگرانی‌های روسیه وضاحت دهد. در حال حاضر روسیه از فعالیت‌های داعش در افغانستان هراس دارد. اگر به نگرانی‌های این قدرت بزرگ منطقه توجه نشود، پیامدهای ناگواری خواهد داشت. زیرا با توجه به نگرانی‌های روسیه از فعالیت‌های داعش در 2 سال گذشته، من همیشه تأکید کردم که ایالات متحده به خاطر این که در حال حاضر در افغانستان حضور نظامی دارد، باید به این شک و تردیدهای روسیه وضاحت بدهد. زیرا تشنج و جنگ میان قدرت‌های بزرگ جهان در منطقه ما می‌تواند عواقب ناگواری برای منطقه ما و کشورهای آن داشته باشد. تا 4 روز دیگر مسکو میزبان نشست 6 جانبه به اشتراک افغانستان، روسیه، چین، هند، ایران و پاکستان خواهد بود. حامد کرزای از این ابتکار روسیه برای حل منطقوی مشکلات افغانستان ستایش میکند، زیرا به گفته کرزای به همان سطحی که کارکردهای قدرت‌های منطقوی بر سرنوشت کشورهای دیگر تأثیر گذار است، به همان اندازه ثبات کشورهای مانند افغانستان میتواند بر قدرت‌های بزرگ منطقه نیز اثرگذار باشد. روسیه و چین در آسیای جنوبی واقع نشدند، اما این دو کشور همسایه های نزدیک ما هستند که کارکردهایشان بر ما اثرگذار بوده میتواند و همچنان وضعیت کشورهای ما بر آنان تأثیر گذار خواهد بود. اگر ما بتوانیم که روسیه و چین را در یک حلقه همکاری ها با خود یک جا کنیم و اگر بتوانیم که مسئولیت یک بخشی از مشکلات خود را بر عهده این دو کشور بگذاریم، در آن صورت گام های مهمی برای حل مشکلات منطقه برداشته ایم. حامد کرزای بر موقف کنونی آمریکا در برابر وضعیت جاری جهان انتقاد می کند و از حکومت دونالد ترامپ می خواهد تا با توجه به حضور نظامی آمریکا در منطقه فشارها بر کشورهای حامی تروریسم را بیشتر سازد تا این کشورها از سیاستهای نادرستشان دست بردارند. ایالات متحده آمریکا که در حال حاضر نقش بازیکن وصل کننده کشورهای جهان را دارد، در رابطه با جهان پیامدهای گیج کننده استبدادی و پر از اضطراب می‌دهد. اما این کشور هنوز هم یگانه ابرقدرت جهان است و می‌تواند تأثیر چشمگیر بر وضع جهان داشته باشد. ایالات متحده آمریکا باید پاکستان را ترغیب کند تا بس سیاست‌های پناه دادن به تروریستان نقطه پایان بگذارد. من مردم پاکستان را دوست دارم، اما اردوی این کشور از تروریستان و افراطیون حمایت می‌کند و ایالات متحده آمریکا باید به این وضعیت نقطه پایان بگذارد. تأکید حامد کرزای بر حل منطقوی مشکلات کشورهای منطقه در حالی است که قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان با تازگی روسیه، ایران و پاکستان را به حمایت از طالبان و مشروعیت بخشیدن به این گروه متهم کرده است. یک شنبه. فساد در سکتور معارف از جمله مشکلاتی است که مانع ترویج سواد در افغانستان شده است. وجود فساد در بخش معارف چیز تازه نیست. از دیر زمان است که معارف کشور از سوی نهادهای داخلی و خارجی متهم به فساد اداری می شود. این بار یونسکو می گوید که وجود فساد در اداره های وزارت معارف دیده شده است و مسئولان باید بر ضد این پدیده مبارزه کنند. در غیر آن احتمال دارد که کمک هایشان در این بخش قطع شود.
I think the message from the donors is very clear. ما بسیار خوشبین هستیم که به خاطر محو فساد در سکتور معارف اقدامات آغاز شده است. و باید گفت که گزارش‌های نیز در این زمینه برای ما رسیده است که فساد در سکتور معارف وجود دارد، از جمله در ولایت قندهار که چندین قضیه را از بهره تدریس سواد آموزی دریافت کردیم که پس از بررسی آن کمک‌های من را در یک بخش از این ولایت قطع کردیم. دیدبان شفافیت افغانستان نیز میگوید وجود فساد در سکتور معارف سبب می شود تا آمار بیسوادی در کشور بیشتر شود و حکومت را در این زمینه به سهل‌انگاری متهم می کند. واقعا فساد گسترده در معارف یک جفا به حق اطفال افغانستان هست و دوم یک ناکامی بسیار عظیم دولت افغانستان در این زمینه هست. ما میخوایم من حیث یک عضو نهادهای مدنی به یه اشاره بکنم که فکر کنم نهادهای مدنی هم که ما هستیم در این زمینه ممکنه یا کمکاری کردن یا این سکتور از چشم ما دور افتاده. بیسوادی در کشور موزل تازه نیست. از دیر زمان است که شهروندان کشور با این پدیده دست و پنجه نرم میکنند و بر اساس آمار وزارت معارف 60% از جمعیت کشور بیسوادند که از این میان 80% آن را بانوان تشکیل میدهد. با این همه معینت وزارت معارف بر روز یکشنبه است چاپ 3 کتاب درسی سواد آموزی که شامل مضامین دری، پشتو و آموزش قرآن کریم میباشد برای افرادی که فاقد سوادند آماده کرده و قرار است در 34 ولایت کشور در سال 2017 این مواد برای بیسوادان تدریس شود. در سال 2017 و 1396 ما این کتاب ها را به صورت پایلوت و آزمایشی در معرض در واقع اجرا قرار میدیم، سواد آموزا قرار میدیم و یک سال هم فرصت خوبی خواهد بود که باز بتانیم در سال 2018 با تجاربی که از 2017 و دوره آزمایشی کتاب ها به دست میاریم تکمیل بکنیم، نهایی بکنیم تا انشالله این نصاب نو امید از این بده که سواد آموزی در افغانستان یک رونق در واقع تازه پیدا بکنه، جان تازه پیدا بکنه، چرا که در واقع نصاب و کتاب محتوا و روح برنامه سواد آموزی. آگاهان بدین باورند که تداوم جنگ، بی‌ثباتی و ناهنجاری‌های اجتماعی در افغانستان از بی‌سوادی و سطح سواد پایین منشأ می‌گیرد و باید برای فراهم ساختن زمینه‌های آموزش برای تمام ادبای کشور سهولت‌های زیادی در نظر گرفته شود. دوشنبه در افغانستان بانک میگوید که بانکنوت های غیر قابل استفاده سر از اول ماه حمل قابل چلش نمی باشد. دست به دست شدن پول های افغانی در معاملات نقدی در بازارها و استفاده نادرست از علت اساسی از بین رفتن بانکنوت های افغانی است. افغانستان بانک همه ساله برای رفع نگرانی های عدم چلند بانکنوت های افغانی این بانکنوت ها را از بازار و از نزد مردم جمع‌آوری می نماید و در بدل آن پول جدید عرضه می کند. حالا هم در اینجا معاون این بانک آخرین مهلت زمانی را برای معاوضه بانکنوت های فرسوده ماه حمل می گوید. تا آخر اوتی 1395 وقت دادیم تا اینا بدانند تمام پولایی که نامناسب پیشان وجود داره بیاین از طریق بانک های نمایندگی های بانک های تجارتی و نمایندگی های بانک های مرکزی تعویض بکنند. و از اولی عملی 1396 صرف پولای نامناسب از طرف بانک ها و از طرف خود بانک مرکزی تعویض نمیشن و اونا ارزش خود از دست میده و به هیچ صورت تعویض صورت نمیگیره. بر اساس معلومات مسئولان افغانستان بانک تا اکنون 25 میلیون پول فرسوده افغانی از بازارها گردآوری شده و در بدل دوباره پول جدید عرضه شده است. معاون افغانستان بانک همچنان میگوید معاونی را در روند معاوضه بانکنوت های غیر قابل استفاده از بانکنوت های تجارتی و دولتی رد میکند و از مردم میخواهد که در مدت تعیین شده بانکنوت های غیر قابل استفاده را به بانک ها بسپارند. شکایت هم که از طرف هموطنان ما اگر برای ما رسیده شد، ما در وقت و زمان میخواهیم که برخورد قانونی بکنیم. اگر قیام بانک یا صرافای محترم من پولای من درسه یا نامناسبه به کمیشن بخواین تبادله بکنن. با این حال روند آگاهی دهی برای جمع‌آوری و معاوضه بانکنوت های غیر قابل استفاده از دو هفته بدین سو آغاز شده است و مسئولان میگویند که بانکنوت های خط خورده شده، چسب شده و پاره شده و بانکنوت هایی که بر روی آن رنگ ریخته شده باشد معاوضه میکند و بعد از مدت تعیین شده قابل چلش نمی باشد.
دیدبان حقوق بشر در مسئله اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان سازمان ملل را دخیل می‌داند. سیاست‌های اخراج اجباری مهاجرین افغان توسط ایران و پاکستان این دو کشور را در افکار عمومی افغانستان زشت جلوه داده است. هیومن رایتس واچ یا دیدبان بین‌المللی حقوق بشر در گزارش تازه‌اش به نام استفاده از خشونت پاکستان و دخیل بودن سازمان ملل در اخراج اجباری مهاجرین افغان، اداره سازمان ملل را متهم کرده است که در اخراج اجباری بیشتر از 600 هزار مهاجر افغان با پاکستان کمک کرده است. دیدبان حقوق بشر می‌گوید که پاکستان در سال 2016 با سیاست تهدید و صدور هشدارها که خشونت توسط پلیس، بازداشت و زندانی نمودن نیز شامل آن بود، بیشتر از 600 هزار مهاجر افغان را در زمستان سرد مجبور به ترک این کشور کرده است. زمانی که مهاجرین افغان به گونه اجباری از پاکستان اخراج می شوند، این یک عمل غیر قانونی است و تلاش ها برای اخراج اجباری پناهجویان افغان همیشه از سوی پاکستان صورت می گیرد. در این تلاش ها بازداشت مهاجرین از سوی پلیس، تلاشی خانه های آنان و استفاده از شیوه های دیگر آزار و اذیت نیز کار گرفته شده است. هیومن رایتس واچ میگوید که سکوت اداره عالی مهاجرت سازمان ملل در برابر این عملکرد پاکستان و بلند بردن سطح کمک‌های نقدی به هر مهاجر، روند اخراج اجباری مهاجرین افغان را سری ساخته است. به باور دیدبان بین‌المللی حقوق بشر، سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی خیریه دیگر باید بر پاکستان فشار بیاورند تا از اعمال خشونت‌ها بر مهاجران دست بردار شود و 1.1 میلیون مهاجر باقی مانده افغان را در این کشور اجازه ورود و بازگشت دهد و 750 هزار مهاجر ثبت نشده را نیز کند. هیومن رایتس واچ از اداره عالی مهاجرت سازمان ملل می‌خواهد تا از فشارهای پاکستان در رابطه با اخراج اجباری مهاجرین حمایت نکند و تا مساعد شدن شرایط مناسب این کشور را وادار کند که مهاجرین را همچون سابق مورد توجه قرار دهد. کشورهای حمایت کننده که در بخش مهاجرت کار می کنند باید در بین خود در رابطه به این مسئله گفتگو کنند و بر پاکستان فشار بیاورند تا اخراج اجباری مهاجرین افغان را متوقف سازد و تمام برگشت ها باید به گونه داوطلبانه صورت گیرد. انتقادهای دیدبان بین‌المللی حقوق بشر بر پاکستان و کمیشنری عالی مهاجرت سازمان ملل در حالی است که پیش از این حکومت افغانستان برای کمک به مهاجرین عودت کننده از پاکستان در سال 2017 خان 350 میلیون دلار کمک شده است. سه‌شنبه رئیس جمهور میگوید آنانی که از طریق بی‌سوادی سیاسی در افغانستان خواهان سرنگونی نظامند با شکست مواجه شدند. 26 دلور روز شکست اتحاد شوروی پیشین و پیروزی مجاهدین خوانده می شود که این بار در ارگ ریاست جمهوری با حضور داشت مقامهای بلندپایه حکومتی و مجاهدین پیشین تجلیل شد. رئیس جمهور غنی هنگام سخنرانی در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود، کارکردهای مجاهدین را ستود، اما می گوید که پس از موفقیت جهاد به دلیل مداخلات خارجی افغانستان به بحران دیگر سوق داده شد. زموږ بر حق جهاد د افغانستان د آزادۍ لپاره، د افغانانو د نیکمرغۍ لپاره او د هیواد د ترقی لپاره. خو له بده مرغه د جهاد له کامیابی وروسته د پردیو د توطیو او د دسیسو په نتیجه کې اختلافونه پیدا شول او حقوقونه وشول چې په افغانستان کې دولتي سیستم ختم شي. افغانستان بی اردو او بی پولیسو شی، پا افغانستان که تعلیمی اداره ختم شی او در افغانستان د انکشاف او آبادول مخه ونیول شی. ما پیروزی در عرصه جنگ و جهاد را نتوانستیم به پیروزی در سیاست و دولت سازی و حکومت داری پیوند بزنیم و به این جهت افغانستان برای یک دهه دیگر هم بازم به عقب برگشت. تلخی باید اعتراف بکنیم که یکی از عوامل ما بعد زعامت و سکوت رژیم دکتر نجیب در افغانستان این بود که مجاهدان افغانستان در ساختار نظام بین الدول جایگاه تعریف شده برای خود کسب کردن نتانستند. محمد اشرف غنی میگوید که افغانستان از آزمون بقایش موفقانه بدر شده است و آنانی که با دامن زدن به بی‌ثباتی خانه سرنگونی نظامند با شکست مواجه می باشند. رئیس جمهور میگوید طالبانی که فکر می کنند مستقلند دروازه صلح برایشان باز است، اما به گفته وی اگر با آن هم به هوش نیایند سال آینده در هیچ بخش کشور منطقه مسکون نخواهند داشت.
هغه طالبان چې مستقل فکر کولای شي او د اسلامیت او افغانیت جذبه ورسره ده، په هغوی باندې یو ځل بیا آواز کوم چې د افغانستان د ټولو افغانان مشترک کور دی، او راځئ په دې مشترک کور کې د خپلو نورو وطنوالو غوندې د عزت او ورورګلوي ژوند پیل کړو. راتلونکي کال کې بیا هم په د افغانستان دښمنان او باغیان په هوش را نسي. نو دا په پوره اطمینان سره وایم چې لا لوی شکستونه به یې په برخه شي، او د افغانستان هوایی او ځمکدني قوتونه به په دوی پسې هرې درې او هرې شیلې ته ورشي او سم سبق به ورکړي. امروز علیرغم این که دولت ما با بیش از 20 سازمان تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی در خط مقدم نبرد قرار داشته و سنگینی یک جنگ تحمیلی و اعلام ناشده را تحمل میکند، اما به پروسه صلح بین الافغانی باور کامل دارد. رئیس جمهور غنی میگوید که با برگشت مهاجرین به افغانستان به این بهانه پاکستان نیز نقطه پایان گذاشته می شود که گویا توریستان از مهاجرین استفاده می کنند. اما عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی هشدار می دهد که اگر مشکلات داخل نظام و فساد از بین نرود، حکومت بدون کدام عامل خارجی از داخل سرنگون خواهد شد. سیاف میگوید آنان که مجاهدین را مفسد و قاصد میخوانند باید در رابطه با کمک‌های خارجی و میلیون‌ها دلار مصارف وضاحت بدهند که به باور وی به جیب‌های شخصی رفته است. ما به این یقین دارم که نظام را از بیرون کسی به زانو در آورده نمیده، هر قدر که کوشش بده. اگر هر قدر متآمرین و توطئه‌گرا پشت سرشان استاد شوه، این ملت را مغلوب ساخته نمیتون. از چیزی که ما میترسیم اویست که خدا نخواسته بدنه نظام را از داخل موریانه نخوره. در هر جایی که نظام ها چپه شده، سرنگون شده، توسط اونمون موریانه ها و کرم های شده که از داخل بدنه را خورده، و شما همیشه میبینین بادهایی که درختار چپه میکنه، میبینین که داخلش کرم خورده. از سوی دیگر رئیس ولسی جرگه میگوید که برخی کشورها با حمایت از مخالفان مسلح حکومت در امور افغانستان مداخله میکنند و به فعالیت‌های تروریستی این گروه ها مشروعیت میدهند. متاسفانه زمامداران فعلی روسیه پس از 28 سال بار دیگر خیال مداخله در امور داخلی افغانستان را در سر پرورانیده و با حمایت از گروه طالبان میخواهند مخالفین در حال جنگ علیه دولت افغانستان را تقویت نموده به نحوی به تضعیف نظام مردمی ما بپردازند. شکل جنگ تغییر یافته، اما اهداف یکیست: اشغال سرزمین و تبدیل کردن این سرزمین به پایتخت تروریسم. این تجربه تلخ دیروز ماست و امروز باز تلاش برای وجود دارد. اشرف غنی میگوید که سال 1394 برای افغان‌ها پر از مشکلات بود، اما با باور وی افغانستان اکنون از مراحل دشوار عبور کرده است و مخالفان مسلح توانایی مقاومت در برابر حکومت را ندارند. چهارشنبه فعالان مدنی هلمند عملیات انجام شده از سوی نیروهای افغان و خارجی در این ولایت را خیالی می‌خوانند. نیروهای افغان و خارجی به هدف تصرف دوباره مناطقی از دست رفته در ولایت هلمند بر ضد طالبان مسلح عملیات مشترک تصفیه‌ای را انجام دادند، اما تا هنوز نتوانستند که این مناطق را دوباره از طالبان تصرف کنند. اکنون فعالان مدنی هلمند میگویند که تمام عملیات انجام شده در ولایت هلمند بر ضد جنگجویان مسلح خیالی میباشد، زیرا به گفته آنان نیروهای افغان و خارجی با وجود راه اندازی این عملیات در جریان دو ماه زمستان نتوانستند که مناطق تصرف شده توسط طالبان را دوباره تحت کنترل خود درآورند و همچنان موفق نشدند تا در وضعیت امنیتی ولسوالی‌های متعدد این ولایت به شمول لشکرگاه مرکز هلمند تغییر مثبت بیاورند.
د افغان حکومت وایي چې موږ هلته ډېر عملیات کړي دي، هیڅ ډول عملیات نه دي کړي. تاسو له افغان حکومت څخه پوښتنه وکړئ چې تاسو په تېرو شپږو میاشتو کې کوم عملیات کړي دي، کوم عملیات کړي وي، د عملیاتو پایله مو څه شی ده. یو بله خبره چې ډېره واضح ده، هغه دا ده چې په هلمند کې هوا د پسرلي په راتلو سره نه بدلېږي، بلکې د هود په لومړیو کې هلته هوا بدلېږي، بالاخره به جګړه یو ځل بیا توجیږي. در همین حال فعالان مدنی حکومت افغانستان و نیروهای خارجی را با بی‌تفاوتی در برابر وضعیت موجود در این ولایت متهم می‌کنند و با ابراز نگرانی از این وضعیت می‌گویند که اگر بی‌تفاوتی در برابر هلمند ادامه پیدا کند، ممکن سال آینده طالبان مسلح در تلاش وسعت حاکمیتشان شوند و جنگ میان نیروهای افغان و مخالفان مسلح در این ولایت شدت بیشتر پیدا کند. اگر په هلمند کې راتلونکي اوړی او پسرلی جګړه شروع کیږي، نو به تلفات له تیر کال څخه زیات وي، ځکه مرتبط سنگین د پیښې او ځینو نورو ځانمرګو بریدونو شاهدان و چې د کابل بانک مخکې وسو او ډیر خلک پشکې تباه او بربار سول. از سوی دیگر مسئولان وزارت دفاع ملی نیز میپذیرند که برخی ولسوالی های هلمند تا هنوز در تسلط طالبان مسلح است، اما میافزایند که عملیات راه اندازی شده در این ولایت پر از دستاوردها بوده است. به گفته مسئولان وزارت دفاع ملی، در نتیجه عملیات راه اندازی شده طالبان مسلح از ظهور دوباره برای جنگ سال آینده باز ماندند. تاسو وګورئ چې په افغانستان کې جګړه ده، نو بیا د تروریستانو سره جګړه ده. دا د افغانستان داخلي جګړه نه ده چې اوس طالبان وي په یوه کې ختم شي. دلته نړیوال تروریزم دی، د پاکستان استخبارات ورسره مرسته کوي، تجهیز کیږي، تمویل کیږي، وسلې ورکول کیږي، ښوونه روزنه ورکول کیږي. زموږ د افغانستان وسلوال پوز، قهرمان وسلوال پوز په ټول توان باندې څلور دېرش ولایتونه فعال ساتلي دي، ولسوالۍ ټولې فعالې دي. یوازې اته ولسوالۍ په ټول افغانستان کې زموږ دولتي حاکمیت پکې نشته دی، نور په ټول افغانستان کې لارې خلاصې دي. په ډېره شجاعانه توګه یې موږ د افغانستان نه دفاع کړې. نگرانی های فعالان مدنی هلمند از جنگ سال آینده در این ولایت و تلفات ملکی در حالی است که یک هفته پیش نیروهای آمریکایی در یک حمله هوایی 22 فرد ملکی را کشتند و بیشتر از 20 تن دیگر را زخمی کردند. پنجشنبه رئیس جمهور با منظور اشتراک در کنفرانس امنیتی مونیخ عازم جرمنی شد. قرار است روزهای جمعه و شنبه کنفرانس امنیت بین المللی در شهر مونیخ جرمنی برگزار شود که در آن به شمول رهبران کشورهای مختلف جهان، نمایندگان سازمانهای بین المللی نیز اشتراک خواهند کرد. روز پنجشنبه رئیس جمهور غنی نیز در رأس یک هیئت بلندپایه برای اشتراک در این کنفرانس به جرمنی سفر کرد که به گفته سخنگوی رئیس جمهور در این کنفرانس در رابطه با مبارزه با تروریسم و مسائل مهم دیگر سخنرانی خواهد کرد. موج پنجم خشونت که در محوریت داعش میچرخه، یک تهدید و خطر کلان برای کشورهای جهان و منطقه است. رئیس جمهور در این نشست روی افراطیت و بنیادگرایی و خطر تهدید تروریسم برای منطقه و جهان صحبت خواهد کرد. رئیس جمهور غنی در این کنفرانس به شمول معاون رئیس جمهوری آمریکا و سرمنشی جدید سازمان ملل با نمایندگان کشورها و سازمانهای مختلف بین المللی ملاقات خواهد کرد. از سوی دیگر ارگ ریاست جمهوری می گوید که رئیس جمهور غنی انگام سفرش به امارات متحده عرب در ملاقات با مقامهای این کشور نتایج ابتدایی رویداد قندهار را با آنان شریک ساخته است. تحقیقات اولیه در حال نهایی شدن هست. اتفاقات اولیه با کشور امارات هم از طرف رئیس جمهور شریک شده. چون رویداد تروریستی قندهار یک رویداد کاملا پیچیده هست، نوع موادی که در اونجا استفاده شده بود و شیوه و چگونگی حمله، از این جهت یک تحقیق چند بعدی و همه جانبه را ایجاب میکنه. ارگ ریاست جمهوری میگوید که آمادگی ها برای برگزاری انتخابات جریان دارد و در رابطه با رئیس دارالانشا تا زمان فیصله نخواهد شد که کمیسیون انتخابات در این رابطه وضاحت نداده باشد. معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید که با هیچ کشوری بر اخراج اجباری پناهجویان توافق نشده است و همچنان پاکستان در نشست اخیر سه جانبه پذیرفته است که کارت های مهاجرین قانونی را تا پایان سال 2017 میلادی تمدید خواهد کرد.